سلام توی این ویدیو کوتاه میخوام درباره یه مفهوم ساده اما سازنده و تاثیرگذار صحبت بکنم مفهوم محصول زمینی یه مفهومیه که اگه هر کسی توی جامعه اون رو درک بکنه و عملی بکنه به سادگی جامعهمون خیلی بهتر و زیباتر میشه اما قبلش مثل هفته گذشته یکی از حکایت های مصنوی معنوی مولانا رو تعریف میکنم که ارتباطی با این مفهوم داره اینو ساخت روزی نومرید پیر آمد خانه او را بدید بعد پیر خواست نومرید خودش رو امتحان بکنه ازش پرسید روزن از بهره چه کردی ای رفیق گفت تا نور در آید طریق ازش پرسید این روزنی که توی سقفت طبیع کردی این دلیلش چی بوده و نومرید که به معنی واقعی هم نومرید بود یعنی تازه کار بود گفت برای اینکه نور وارد خونه باشه پیر یه مقداری نامید شد و بهش گفت آن فر است این باید نیاز تا از این ره بشنوی بانگ نماز گفت دلیل اصلی چه خوبه که این باشه که از این روزن صدای ازان وارد خونت بشه حالا نور دیگه خودش به طور زمنی وارد میشه خب این حکایت کوتاه هم معلومه که درباره محصول زمنیه حالا از این مفهوم محصول زمین چطوری میشه برای بهتر کردن زندگی فردی و اجتماعی استفاده کرد؟ خیلی ساده است. اینطور که هر کسی توی جامعه هر کار و تلاشی که میکنه قصد و نیت و هدف اصلیش خدمت کردن به هم نوعای خودش باشه. پیشرفت جامعهش باشه، افزایش آگاهی توی جامعهش باشه. بعد به پول و درآمد و مادیات و شهرت و محبوبیت و این چیزها به عنوان یه محصول زمینی نگاه بکنه دقیقا مثل همین روزنه که هدف اصلیش اومدن صدای اذان توی خونه باشه و نور هم که دیگه به طور خودکار وارد خونه میشه مثلا چی مثلا چه خوبه که یه رستوراندار هدف اصلیش این باشه که غذاهای خوب و مقوی و سالم در اختیار مشتریاش قرار بده و نه اینکه به پول فکر بکنه یه پزشک چه خوبه که هدف اصلیش این باشه که بیمارش رو به طور کامل درمان بکنه و به فکر پول و زیرمیزی و این چیزا نباشه یه معلم یا استاد دانشگاه چه خوبه که هدف اصلیش افزایش درک و معلومات و دانش و آگاهی دانش آموزا یا دانشجوهاش باشه و به پول یا فیش حقوق و آخر ماه و این چیزا فکر نکنه یه مثال ساده تر بزنم یه راننده تاکسی چقدر خوبه که هدف اصلیش این باشه که من الان این مسافرم رو برسونم تا مقصدش که او هم بره و یه کاری انجام بده که به طور کلی برای جامعه مفید باشه و به اندک کرایه‌ای که آخر کار از مسافر میگیره فکر نکنه اون اندک کرایه خودش میاد دیگه خب این مفهوم پیامدهای مثبت خیلی زیادی داره من فقط یه دونش رو میگم اینکه آدم توی هر کار یا شغلی که داره انجام میده اگه این مفهوم رو رعایت بکنه به سادگی لحظات خوشی داره بهش خوش میگذره اصلا گذر زمان رو احساس نمیکنه بعد لحظاتش هم اصالت بیشتری داره بعد به معنی واقعی هم زیست میکنه یه جمله انگلیسی هست میگه چوز job you love and you will never have to work a day in your life اگه شغلت رو دوست داشته باشی به شغلت عشق و علاقه داشته باشی حتی یه روز هم کار نمی کنی یعنی اینقدر بهت خوش میگذره که اصلا احساس نمی کنی داری یه شغل یا یه کاری انجام میدی خب خیلی زیاد میشه درباره این مفهوم زیبا حرف زد قبول هم یه مقداری ایدئاله اما جامعه ما به شدت نیاز داره که این مفهوم توش درک بشه و عملی بشه حالا به هر میزانی که ممکنه هر چقدر تعداد افرادی که این مفهوم رو عملی میکنن در جامعه بیشتر باشه جامعه جای شادتر و زیباتری برای زندگی کردن میشه پس این ویدیو رو برای دیگران هم بفرستید حتما تا همه با این مفهوم ساده اما کاربردی و سازنده آشنا بشن من علی کیانی فلاورجانی هستم هر شنبه یکی از حکایت های مصنوی معنوی مولانا رو تعریف میکنم و توی این کانال شکوفایی با ادبیات منتشر می‌کنم.